انحصار خط خبرها. آمریکا وظایف خودش رو طبق 2231 انجام بده، ما هم تعهدات خودمون رو طبق برجام انجام بدیم. این نیاز به نمازات. چراغ سبز ایران به دولت بعدی آمریکا. روحانی میگوید بایدن میتواند فضای تهدید را به فرصت تبدیل کند. ماهانه برای هر به ازای هر نفر 100,000 تومان دریافت میکنن و همچنین یک وام 1,000,000 هم برای اعلام بسته معیشتی دولت ایران به خانواده های کم درآمد در دوران کرونا. مجلس میگوید منبع تامین آن مشخص نیست. مطلع شدم که نگرانی بین‌المللی از تصمیم آمریکا برای کاهش نیروهایش در افغانستان. دولت اشرف غنی بر ادامه حمایت کیفی ناتو تاکید کرد. و تصویب اعزام نیروی پاسدار صلح به جمهوری آذربایجان در مجلس ترکیه. سلام، به این بخش خبر خوش آمدید. من ناجی غلامی هستم. رئیس جمهوری ایران میگوید با سر کار آمدن دولت جدید در آمریکا شرایط از فضای تهدید به فضای فرصت تغییر میکند. حسن روحانی گفته از 2 سال پیش که به گفته او جنگ اقتصادی شروع شد، دولت ایران به دنبال کاهش فشار بر مردم بوده. همزمان وزیر خارجه ایران گفته این کشور برای اجرای کامل توافق هسته‌ای یا برجام منتظر لغو تحریم‌های آمریکا است. سیمین نامجو در گزارشی از نگاه مقام‌های حکومت ایران به انتخاب جو بایدن با عنوان رئیس جمهوری آینده آمریکا میگوید. هر گام جو بایدن در زمینه سیاست خارجی دولت آیندهش و چگونگی رفتار با تهران زیر ذره بین ایرانی هاست. 2 ماه مانده تا مراسم تحلیف رئیس جمهوری منتخب آمریکا، امیدها در دولت ایران به بازگشت واشنگتن به برجام و کاهش فشار بیشتر شده. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران در مصاحبه‌ای با روزنامه ایران از شناختش از آقای بایدن میگوید. ایشون بالاخره آدم کهنه‌کاریه در سیاست خارجی، تازه وارد نیست به سیاست خارجی. احساس من اینه که ایشون بهتر از آقای ترامپ تحولات بین‌المللی رو درک میکنه و میفهمه که محدودیت‌های آمریکا در این شرایط بین المللی چی هست. جو بایدن که در زمان امضای توافق هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی معاون باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا بود، در ماه سپتامبر در مقاله‌ای در CNN از روش برخورد دونالد ترامپ با ایران و خروجش از برجام انتقاد کرده بود. وزیر خارجه ایران میگوید که ایران آماده مذاکره بر سر بازگشت آمریکا به برجام است. اگر آمریکا تعهدات خودش وفق 2231 رو انجام بده، من نمیگم وفق برجام، وفق 2231 رو انجام بده، ما هم تعهدات خودمون وفق برجام رو انجام میدیم. 1. 2، اگر آمریکا بخواهد عضو برجام بشه که این رو آقای ترامپ از بین برده، اون وقت ما آماده ایم گفتگو بکنیم که آمریکا چگونه میتونه عضو برجام بشه. لذا آمریکا در موقعیتی نیست که شرط بگذاره. تحریم قبلا هم داشتیم، اما جنگ اقتصادی از سال 97 داشتیم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران هم امروز از شکست سیاست فشار حداکثری آمریکا در قبال ایران گفت. یعنی ما علامت‌های کاهش قیمت کالاها، ارز، سایر مسائل، این رو داریم مشاهده میکنیم. تلاش دولت بر اینه که این مسیر کاهشی ادامه پیدا کنه. آقای روحانی میگوید دولت جدید آمریکا شرایط را تغییر میدهد و فضا از سمت تهدید به سمت فرصت حرکت میکند. اما او میداند که دولتش دولت مستعجل است و چند ماهی بیشتر به انتخابات ریاست جمهوری در ایران نمانده. بسیاری از آنها که روزی هوادارش بودند با سخت‌تر شدن شرایط اقتصادی از او رو برگرداندند. تکلیف منتقدان و مخالفان قدیمی هم که مشخص است. اما مهمتر از همه اینها رهبر جمهوری اسلامی که تصمیم گیرنده اصلی در مسائل سیاست خارجی است، پیش از انتخابات آمریکا گفته بود فرقی ندارد چه کسی ریاست جمهوری بشود. در مورد آمریکا سیاست ما
یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمی‌کند. اما باید دید آقای خامنه ای حاضر است فرصتی را که حضور جو بایدن در کاخ سفید فراهم می کند از دست بدهد. رئیس جمهوری منتخب آمریکا گفته راهی مطمئن برای بازگشت به دیپلماسی پیش روی ایران خواهد گذاشت. راهی که دونالد ترامپ با هر چرخش قلم بر پیچ و خمهایش می افزاید تا حتی رفع احتمالی تحریم ها را برای دولت آینده آمریکا دشوارتر کند. نعیمه نامجو، بی بی سی. علی افشاری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران از واشنگتن با ما هستند تا در این باره بیشتر صحبت کنیم. آقای افشاری، این فضای فرصتی که آقای روحانی در موردش صحبت میکنه، این فضای فرصت به تعبیر شما چه فضایی است؟ به نظر من باید در نظر بگیریم برداشت هم آقای روحانی هم آقای ظریف خیلی خوشبینانه هست و به نوع آرزوهای اونها رو بازتاب میده و در این که سیاست بایدن با دولت ترامپ متفاوت خواهد بود شکی نیست و باز همین درست است که به طور نسبی نرمش بیشتری خواهد داشت، ولی اینها به این معنا نیست که شرایط میتونه برگرده به شرایط پیش از انعقاد برجام. اون زمان گذشته و دیگه بخشی از تاریخ شده. هم آقای بایدن و تیمش در ایام تبلیغات انتخاباتی مباحثی که مطرح کردند و هم موزگیری هایی که مقامات اروپایی در روزهای اخیر داشتن در گفتگوها و تماس هایی که با آقای بایدن یا تیم انتقادیش داشتن، این روشن شده که اگرچه هنوز به طور کامل سیاست تیم بایدن معلوم نیست، باید دید که چه کسی حال وزیر خارجه خواهد شد، تیمی که میرن در نهاد امنیت ملی قرار میگیرن چه کسانی خواهند بود، اما الان این هستش که نیاز به مکمل برجام مد نظر هم با تیم نزدیک به بایدن هست و هم مقامات اروپایی و به یک معنا شاید فشار به طور نسبی و جمهوری اسلامی بیشتر بشه که بین اروپا و بایدن همگرایی و هماهنگی زیادی ایجاد خواهد شد. بنابراین از این منظر فشار بیشتر میشه، شاید در منظر دیگری خور دولت آمریکا سختگیری قبلی را نداشته باشه. به نظر من این خوشبینی زیاد و خیال اندیشی که آقایان ظریف و روحانی دارن این مسئله رو نادیده میگیرن که دولت جدید به اصطلاح آمریکا خیلی بعید هستش که کلیت تحریم ها رو کنار بذاره و از این اخلاق فشار خودش استفاده نکنه. در بهترین حالت برای جمهوری اسلامی این هستش که بخشی از تحریم ها برداشته بشه و به نظر میرسه که اونها در شأن جمهوری اسلامی در شرایطی نیست که شرط بگذاره. موضوع هم همینه آقای افشاری. جمهوری اسلامی، آقای ظریف نه تنها در مورد شرط از جانب ایران صحبت میکنه، میگه آمریکا نباید هیچ شرطی داشته باشه. یعنی به نظر میاد که همینطوری فکر میکنند که آقای ظریف و روحانی فکر میکنند الان اگر آمریکا برگرده به برجام ایران دست بالا رو خواهد داشت. خب این تصور غلطی است. همین برداشت اشتباه رو در تقریبا یک سال و نیم گذشته داشتن که با میانجیگری رئیس جمهور فرانسه مکرون فرصتی فراهم شده بود که گفتگوها شروع بشه. دولت آقای ترامپ هم قبول کرده بود که بخشی از مبالغ فریز شده و بلوکه شده ایران آزاد بشه، مجوز صادرات محدود نفت داده بشه تا گفتگوها آغاز بشه. حتی در حاشیه اجلاس شورای اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک مکرون رفت به هتل حسن روحانی، تلفن‌های مخصوص هم آوردن، همه چیز آماده بود برای گفتگوی تلفنی بین حسن روحانی و دونالد ترامپ، اما ناگاه گفته شد که آمریکا باید همه تحریم‌ها رو برداره که مرد اون با چنین تقاضایی ناشدنی هست و الان هم به نظر میرسه همین نگاه هست. از زاویه دیگری آقای روحانی و ظریف به لحاظ داخلی هم در شرایط گذشته نیستن، نه در داخل جامعه اقبال به اونها هست و نه و رقبای درون حکومتیشون هم در موقعیت قوی تری هستن و نمیخوان که این امتیاز به اونها داده بشه. زمان هم به ضرر حسن روحانی و ظریف است. باز در بهترین حالت اونها میتونن آغاز کننده گفتگوها باشن، نه توافق جدید یا بازگشت آمریکا به برجام رو مشاهده. ممنونم از شما علی افشاری، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در واشنگتن.
دولت ایران قرار است به خانواده هایی که درآمد ثابت ندارند کمک معیشتی کند. این کمک برای 4 ماه خواهد بود. قرار است بسیاری از مشاغل از اول هفته آینده تعطیل شوند. بر اساس آمار رسمی در شبانه روز گذشته نزدیک به 13500 مورد جدید ابتلا به کرونا در ایران ثبت شده و 480 نفر از مبتلایان هم جان باختند. هرچند حالا مقام های مسئول هم اذعان می کنند آمار واقعی بسیار بیشتر است. فرین عاصمی گزارش می دهد. باز شنبه آینده تمام تعطیلی گسترده در ایران و کمک‌های معیشتی 4 ماهه دولت به خانواده‌هایی که درآمد ثابت ندارند. افرادی که مشمول این کمک خواهند شد در ماه آذر، دی، بهمن، اسفند در این 4 ماه ماهانه برای هر به ازای هر نفر 100,000 تومان دریافت می‌کنند و همچنین یک وام 1,000,000 هم برای همین خانواده‌ها که حدود تقریبا 10,000,000 خانواده میشه، حالا دقیقا مشخص میشه، برای اونها یک وام 1,000,000 هم شبیه اون وام 1,000,000 که قبلا پرداخت شد پرداخت میشه. ماهانه 100,000 تومان به ازای هر نفر. منتقدان میگویند کفاف خرج ماهانه خانواده ها را نمیدهد. 100,000 تومان به کجای مردم میرسه؟ 100,000 تومان خرج 2 روز یه خانواده 3 نفره هم نیست و کم میارن. دولت ایران میگوید در کنار کمک معیشتی به کسانی که درآمد ثابت ندارند، قصد دارد قیمت‌ها را کنترل کند و کاهش دهد. منتقدان میگویند با تعطیلی گسترده بخش زیادی از مردم که حالا هم با سختی با گرانی‌ها دست و پنجه نرم می‌کنند، درآمد خود را از دست می‌دهند و کمک معیشتی دولت بسیار ناچیز است. وعده حسن روحانی انتقاد بعضی از مسئولان را هم در پی داشت، از جمله اینجا در مجلس. اما سوال اینه که این منبعش و اختیار قانونیش کجاست برای اقدامات مالی و بعد این رفتار دوگانه که اگر مجلس تصمیم بگیرد یه خدمتی به مردم بشود، اینجا نماینده دولت مخالفت میکنه، بعد خود دولت در یک ستادی که مجوز قانونیش حالا و عمل کردش محل سوال هست. رئیس سازمان برنامه و بودجه 2 روز پیش گفته بود مردم ایران به جای اعانه و یارانه خواستار رفع تحریم‌های آمریکا هستند. پیش از این هم شورای نگهبان طرح الزام دولت به پرداخت یارانه تأمین کالاهای اساسی را رد کرد و گفته بود که منبع مالی آن مشخص نیست. قرار بود ممنوعیت ورود و خروج خودروهای غیر بومی از شهرهای بزرگ از امروز آغاز شود، اما این طرح بدون هیچ توضیح اجرا نشد و قرار است از شنبه همزمان با محدودیت‌های جدید اجرا شود. سخنگوی وزارت بهداشت میگوید در شبانه روز گذشته 480 نفر بر اثر ابتلا به کرونا جان خود را از دست دادند. آمار مبتلایان و قربانیان مدتی است که اوج گرفته، اما بعضی مقام‌های پزشکی آن را 2 تا 3 برابر کمتر از آمار واقعی می‌دانند. سخنگوی وزارت بهداشت گفته که 27 استان ایران همچنان در وضعیت قرمز شیوع کرونا قرار دارند و بقیه در وضعیت زرد و نارنجی هستند. ستاد ملی کرونا میگوید تعطیلات گسترده به مهار کرونا کمک خواهد کرد، اما اگر مردم رعایت کنند و به سفر و مهمانی نروند. نایب رئیس اتاق اصناف ایران اما از تعطیلی 2 هفته اصناف انتقاد کرد و آن را بی حساب و کتاب خوانده و گفته که معلوم نیست با تعطیلی اصناف چه کسی باید حقوق کارگران را پرداخت کند. در میانه نبرد بین دوگانه معیشت و سلامت شاید انتظار برای واکسن کرونا تنها روزنه امید باشد. فرین عاصمی، بی بی سی. علی مزروی تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران از بروکسل با ما هستند. آقای مزروی، انتقادهای زیادی از دولت درباره نحوه مدیریت کرونا شده، به ویژه مقامت آقای روحانی در ایجاد قرنطینه. این بسته معیشتی دولت چقدر میتونه که در این شرایط کمک کنه به مردم؟ سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. خب میدونیم که در واقع در ایران هم دولت و هم مردم در برزخ بین سلامت و اقتصاد گیر کردند. از یک طرف تحریم‌های اقتصادی که از سال 97 تشدید شده به شدت اقتصاد ایران رو زیر ضرب گرفته، رشد اقتصادی منفی شده، درآمد مردم به خصوص طبقات متوسط و فقیر کاهش پیدا کرده و متاسفانه این همزمان شده با این فراگیری ویروس کرونا که به شدت سلامت جامعه رو تهدید کرده. در این میان دولت هم نمیتواند اجماعی برقرار کند بین
تصمیم گیرندگان در مورد اینکه اولویت رو به اقتصاد بدن یا به سلامت و یک وضعیت بینابینی رو سعی کردن که در کشور پیش ببرن که منجر به وضعیت کنونی شده و الان تعداد تلفات روزانه به گونه‌ای شده که زنگ خطر رو برای نظام تصمیم گیری به صدا در آورده و دولت ناچار از یک چنین تصمیمی شده که بتواند شاید کشور رو برای دو هفته به قرنطینه ببرد و این فراگیری ویروس رو کنترل کنه. متشکرم. دولت ناچار شده که این تمهیدات مالی رو ببینه و البته خب کفاف نمیده ولی چاره ای نداره. متشکرم از شما علی مزروی، تحلیلگر مسئله اقتصادی ایران در بروکسل. نگاهی دوباره به مهمترین عناوین خبری این برنامه. رئیس جمهوری ایران میگوید با سرکار آمدن دولت جدید در آمریکا شرایط از فضای تهدید به فضای فرصت تغییر میکنه. ماهانه برای هر بعضای هر نفر 100,000 تومان دریافت میکنن و همچنین در آستانه تعطیلی گسترده مشاغل به خاطر کرونا دولت ایران میگوید به خانواده هایی که درآمد ثابت ندارند کمک معیشتی میکند. در ادامه برنامه قبول ادنه تصویب اعزام نیروی پاسدار صلح به جمهوری آذربایجان در مجلس ترکیه. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در واکنش به برنامه کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته کاهش کمیت این نیروها بر کیفیت حمایت ناتو از نیروهای افغان تأثیری نخواهد داشت. بر اساس دستور تازه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا قرار است تا نیمه ژانویه، یعنی کمتر از 2 ماه دیگر، شمار نیروهای آمریکایی در عراق و افغانستان به 2500 نفر کاهش یابد. علی حسینی گزارش می‌دهد. وزیر دفاع موقت آمریکا گفته که خروج نیروهای این کشور منعکس کننده سیاست خاتمه موفق و مسئولانه جنگ ها در افغانستان و عراق است. تا 15 جنوری 2021 تعداد نیروهای ما در افغانستان 2500 سرباز خواهد بود. در همین تاریخ تعداد نیروهای ما در عراق نیز به 2500 سرباز می رسد. این تصمیم مطابق برنامه‌های تعیین شده و اهداف استراتژیک ماست که از سوی مردم آمریکا پشتیبانی می‌شود و به معنای تغییر در سیاست یا اهداف ایالات متحده نیست. پس از سال 2001 و سقوط حاکمیت طالبان، حضور نیروهای آمریکایی در سال 2011 به اوج خود رسید، 110 هزار سرباز، و پس از آن سال به سال کاهش یافت و حالا صحبت از 2500 سرباز است. میچ مکانل، رهبر اکثریت جمهوری خواه سنا که از متحدان نزدیک آقای ترامپ است، تصمیم تازه او را اشتباه خواند. به نظرم خیلی مهم است که در ماه‌های آینده تغییرات تکاندهندهی در رابطه با سیاست دفاعی و خارجی نداشته باشیم. کاهش نیروها در افغانستان یا عراق یک اشتباه خواهد بود. در افغانستان اما میدان جنگ مثل همیشه گرم است. وزارت دفاع میگوید نشانه ای از خروج کامل نیروهای خارجی دیدن نمی شود و اگر هم دیده شود جای نگرانی نیست. بارهایی را گفتیم که تعداد امکان داره کم شود ولی امکان از یام است که زیاد شود. ندیدیم تا بال نمونه را که تمام قوای خارجی برای و احیاناً اگر قوای خارجی از افغانستان میبراید، برادرای امروز 96% عملیاتتان مستقلانه است و اردوی خودتان میکنه. تشویشی هم نداریم، حاضر هستیم به دفاع مستقلانه افغانستان. ارگ ریاست جمهوری هم میگوید برای از بین بردن شورشگری و مشارکت با جامعه جهانی از جمله آمریکا متعهد هستند. طرف آمریکا به رئیس جمهور افغانستان از ادامه، تداوم و حمایت کیفی نظامیان آمریکا از نیروهای امنیتی و دفاعی ما اطمینان دادند. ما در یک مشارکت مهم و اساسی با نیروهای امنیتی بین‌المللی
کار میکنیم به خاطر هدف مشترک. ای که در کمیت فرق به میان خواهد آمد، ای بالای کیفیت حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی ما تغییر نخواهد کرد. در دو دهه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان، بیش از 2300 سرباز این نیروها کشته و حدود 21000 سرباز دیگر زخمی شدند. حضوری که تنها در بخش نظامی دوربر 780 میلیارد دلار هزینه داشته. با وجود فرمان ترامپ، فرماندهان پنتاگون نگران هستند. میگویند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دو پیام مهم به طالبان میفرستد. اول، این نیروها بدون گرفتن امتیازی و یا عملی شدن تعهدی از سوی طالبان افغانستان را ترک میکنند. دوم، کاهش نیروهای آمریکایی در افغانستان احتمال حمله به نیروهای دولتی این کشور را افزایش خواهد داد و همچنین به کاهش خشونت ها کمکی نخواهد کرد. علی حسینی، بی بی سی، کابل. مجلس ترکیه اعزام نیروی نظامی به جمهوری آذربایجان را تصویب کرد. بنابر مصوبه مجلس ترکیه، ماموریت این نیروها پاسداری از صلح در برابر ارمنی ها خواهد بود. این در حالی است که در موافقتنامه آتش بس اشاره به حضور سربازان ترکیه برای حفاظت از صلح نشده و مذاکرات میان روسیه و ترکیه برای پذیرش صلحبانان ترکیه هم فعلا به نتیجه نرسیده. مرداد فرهمند گزارش می‌دهد. کابل دنر. در مصوبه مجلس ترکیه آمده که ارتش برای تامین منافع عالیه کشور به آذربایجان می رود. این که منافع عالیه دقیقاً چیست برای روسیه و ایران و قدرت‌های دیگری در جهان نگرانی می آفریند. این نگرانی را ولادیمیر پوتین از تلویزیون دولتی کشورش ابراز کرده. میگوید حضور نیروهای ترکیه میتواند ارمنی ها را تحریک کند و تنش بیافریند. صلحبانان روس در قره‌باغ و میان نیروهای آذری و ارمنی مستقر شدند. روسیه هنوز رضایت نداده که صلحبانان ترک هم به نیروهایش بپیوندند، اما ترک ها منتظر رضایت روسیه نیستند. ترکیه در چارچوب پیمان دفاعی که 10 سال پیش با جمهوری آذربایجان بسته میتواند نیرو به این جمهوری بفرستد. نکته مهم دیگری که ولادیمیر پوتین گفته این است که پیمان آتش‌بسی که هفته پیش امضا شد به معنای تعیین آینده سیاسی قره‌باغ نیست. معنای حرف آقای پوتین میتواند این باشد که ارمنی‌ها میتوانند آنچه را از قره‌باغ برایشان مانده همچنان نگه دارند. این هم نشانه است. این آوارگان ارمنی از قره‌باغ نمی روند. به قره‌باغ بر می گردند. اهالی آن بخش از قره‌باغ که آذری ها باز پس گرفتند می روند تا ساکن نیمه شمالی قره‌باغ شوند که برایشان مانده. اینجا هم دهلیز لاچین است که قرار است ارتباط میان ارمنی های قره‌باغ و ارمنستان را حفظ کند. ارتش روسیه امنیتش را تأمین می کند. در صورت ورود ارتش ترکیه، جمهوری آذربایجان به سوریه و قره‌باغ به ادلب شباهت پیدا می کند. اما نقش روسیه و ترکیه برعکس می شود. ارتش ترکیه از دولت مرکزی پشتیبانی می کند، روسیه از شورشیان حاکم بر بخشی از خاک کشور. در این شبه سوریه، ایران فعلا کنار گذاشته شده و با نگرانی وضعیت را تماشا می‌کند. آذری‌ها البته پیام‌هایی برای آرامش خیال ایران فرستاده‌اند. الهام علیف پریروز لب مرز ایران بود. با همسرش رفته بود از سرزمین‌های بازپس گرفته شده بازدید کند. هنگامی که از کنار عرس می‌گذشت، به مرز ایران اشاره کرد. عرس چای، آذربایجان ایران سرحدی. دوستلوخ سرحدی. گفت این مرز دوستی است. رئیس جمهوری آذربایجان و همسرش کنار پل خداآفرین عکس یادگاری هم گرفتند. مرتضی فرهمند، بی بی سی.
و تصاویر زنده‌ای داریم از بیت المقدس در اسرائیل. وزیر امور خارجه بحرین که در پی برقراری رابط با دولت اسرائیل به این کشور سفر کرده در یک کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر و وزیر امور خارجه آمریکا شرکت داره. این تصاویر زنده است از بیت المقدس از این کنفرانس خبری مشترک بین وزیر خارجه بحرین، وزیر امور خارجه آمریکا مایک پومپئو و نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو بعد از برقراری روابط با دولت اسرائیل. Until then there had only been two agreements through which Israel normalized relationships with its neighbors. Now the United States is out. یک سفینه فضایی خصوصی که شرکت فضایی آمریکایی به نام اسپیس اکس آن را ساخته در ایستگاه فضایی بین المللی فرود آمد. این اولین بار است که یک سفینه خصوصی فضانوردان را از زمین به ایستگاه فضایی میبرد. 4 فضانورد که 3 نفرشان آمریکایی‌اند و 1 ژاپنی 6 ماه آنجا اقامت خواهند داشت. ویکتوریا گیل خبرنگار علمی بی بی سی گزارش میده. Let us know when your review is complete and you are ready for docking. Dragon SpaceX, soft capture confirmed. Docking sequence is complete. Welcome to the ISS Resilience. The end of a 27-hour. پایان یک سفر 27 ساعته با تاکسی خصوصی به فضا. برای اولین بار 4 فضانورد سوار بر یک فضاپیمای تجاری به ایستگاه فضایی بین المللی رسیدند. مایکل هاپکینز، ویکتور گلوور، شانون واکر از ناسا و سویچی ناگوچی از سازمان فضایی ژاپن 6 ماه در آنجا کار و زندگی خواهند کرد. نمیتونم بگم چقدر ذوق زده بودیم وقتی سفینه از سکو بلند شد. 27 ساعت گذشته خیلی راحت گذشت. یک شنبه شب پرتاب سفینه اسپیس ایکس به فضا دوران تازه‌ای را برای ناسا رقم زد که در آن از یک شرکت خصوصی برای فضانوردانش استفاده کرد. سازمان فضایی آمریکا میگوید این اقدام باعث صرفه‌جویی میلیاردها دلار می‌شود که با آن می‌تواند در سفر به ماه و مریخ سرمایه‌گذاری کند. چرا این پرواز لحظه مهمیه؟ در شرکت‌های مثل اسپیس ایکس که بسیاری از قطعات موشک رو دوباره استفاده می‌کنن، مثل پیشران مرحله اول و دماغه اون، کاری رو که ما با تکنولوژی می‌تونیم بکنیم به حد اعلا می‌رسونه. هزینه سفر به فضا رو هم پایین میاره. وقت مأموریت این خدمه در سال میلادی آینده تمام شود، یک تاکسی خصوصی فضایی منتظرشان خواهد بود تا آنها را به خانه ببرد. ویکتوریا گیل، بی بی سی نیوز. و با این گزارش می‌رسیم به پایان این بخش خبر. ممنون که بیننده تلویزیون فارسی پی بی سی هستید.